امروز قصد داریم نگاهی داشته باشیم به یکی از زیباترین و جذابترین مقصدهای گردشگری در اروپای شرقی و حوزه بالکان، کشوری که در سال 2018 میلادی پذیرای بیش از 1.5 میلیون گردشگر از سراسر جهان بوده. کشوری که شاید با شنیدن اسمش اولین چیزی که در یاد و خاطرتون نقش می‌بنده بحران‌های سیاسی این کشور در دهه 1990 باشه و کمتر کسی این کشور زیبای شبه جزیره بالکان رو به عنوان یک مقصد گردشگری بشناسه. اینجا صربستانه، کشوری با سابقه تاریخی نسبتاً طولانی و همچنین طبیعتی بسیار زیبا و متنوع، به طوری که با دیدن تصاویرش شگفت زده خواهید شد. زمین‌های حاصلخیز و هموار، قله‌های بلند و دره‌های عمیق آل، مراتع و تپه‌های سرسبز، جنگل‌های انبوه و صخره‌های خشک و سر به فلک کشیده. اما شاید اصلی ترین ویژگی طبیعی صربستان که بر اقلیم و زندگی مردم اون نیز تأثیر زیادی داره، رودهای متعدد و پرآبی باشه که در این کشور جریان دارن. قبل از پرداختن به سایر مطالب، با هم نگاهی داشته باشیم به تاریخ پرفراز و نشیب این کشور. صربستان در تاریخ نزدیک بیش از 400 سال تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بوده، تا اینکه در سال 1878 با امضای قرارداد برلین، صربستان به عنوان کشوری مستقل شناخته شد. این کشور در جنگ‌های بالکان و همچنین جنگ جهانی اول کشته‌های زیادی داد. در نتیجه جنگ جهانی اول، همراه با کشورهایی مثل اسلوونی و کرواسی، پادشاهی یوگسلاوی تأسیس شد. صربستان سمبل این پادشاهی بود و صاحب قدرت. اما پس از مدت کوتاهی با آغاز جنگ جهانی دوم، یوگسلاوی نتونست خودش رو از جنگ دور نگه داره. در یوگسلاوی و حوزه بالکان درگیری‌های بسیاری اتفاق افتاد و صدها هزار انسان معصوم جونشون رو از دست دادن. در نتیجه کشورهایی مثل اسلوونی، کرواسی، مقدونیه و بوسنی و هرزگوین راهشون رو از یوگسلاوی جدا کرده و به استقلال رسیدن. در سال 1992 صربستان به همراه مونتنگرو جمهوری جدیدی بنا کرد، اما باز هم منطقه به آرامش نرسید و جنگ بوسنی آغاز شد. در این جنگ سرب‌ها مسلمانان بوسنی که قصد جدایی داشتن رو به قتل رسوندند. تلخی این جنگ هنوز هم از خاطر مردم بوسنی پاک نشده. در سال 1998 بود که کوزوو اعلام استقلال کرد و درگیری خونینی بین سرب‌ها و مردم کوزوو در گرفت، مردمی که عمدتاً آلبانیایی تبارهای مسلمان بودند. در نهایت در سال 1999 با بمباران 3 ماهه صربستان توسط ناتو، صربستان تسلیم شد و کوزوو تحت نظارت سازمان ملل قرار گرفت. در سال 2006 مونتنگرو از صربستان جدا شد و در نهایت در سال 2008 پارلمان کوزوو اعلام استقلال کرد و کشور امروزی صربستان شکل گرفت. صربستان با نام رسمی جمهوری صربستان، در شمال با مجارستان، از شرق با رومانی و بلغارستان، در جنوب با مقدونیه شمالی، مونتنگرو و کوزوو و از شرق نیز با کرواسی و بوسنی و هرزگوین هم مرزه. میشه گفت که صربستان با کشورهای زیادی در بالکان همسایه است. البته صربستان استقلال کوزوو رو نپذیرفته و اونجا رو بخشی از خودش میدونه. همچنین کشورهای بسیاری نیز کوزوو رو به عنوان کشور مستقل به رسمیت نمیشناسند. این کشور با مساحت 88500 کیلومتر مربع در مرکز بالکان قرار گرفته و اگر بخوایم مقایسه کنیم کمی از استان یزد بزرگتره. همونطور که میدونید صربستان به دریا راه نداره و به همین دلیل کسانی که به قصد گردشگری وارد این کشور میشن بیشتر برای بازدید از شهرها و معماری‌ها، آشنایی با فضای فرهنگی و همچنین لذت بردن از تفریحات شبانه به اونجا سفر میکنن. در سفر به این کشور قلعه ها و کلیسه های بسیاری از دوران قرون وسطا رو مشاهده میکنید. پر جنب و جوش ترین شهر صربستان، بدون شک پایتخت کشور، شهر زیبای بلگراده. بلگراد به معنی شهر سفید در فصل بهار و تابستون میزبان هزاران گردشگر از سراسر دنیاست. صربستان نزدیک به 7 میلیون جمعیت داره که 1.5 میلیون نفر اون در شهر بلگراد زندگی میکنن. در خیابون‌های بلگراد، در کنار رستوران‌ها و کافه‌های متعدد، تعداد زیادی بنای تاریخی، موزه، کلیسا و قلعه نیز دیده میشه. بلگراد از قدیمی‌ترین شهرهای اروپا است، اما علی‌رغم ظاهر قدیمی کوچه‌ها، دائما زنده و پر از جمعیته. همچنین موقعیت جغرافیایی بلگراد فوق‌العاده استراتژیکه و در محل به هم پیوستن دو رودخونه ساوا و دانوب جای گرفته.
در صربستان وابستگی زیادی به تفریحات شبانه وجود داره، به طوری که اگه خورشید طلوع نکنه این مردم از خوردن و رقصیدن خسته نمیشن. زندگی شبونه رو خیلی دوست دارند و در فصل تابستون بی صبرانه منتظر غروب آفتاب هستند. از مناطق مختلف اروپا توریست های بسیاری برای تجربه تفریحات شبونه به اینجا میان. در بارها آبجو رو به قیمت 1 یورو و یا 2 یورو میفروشن. همچنین در صربستان نوشیدنی های با کیفیت در مکان های لوکس حد اکثر 3 یورو قیمت داره. به همین دلیل اگر نصف شب در کوچه های این شهر قدم بزنید، تقریبا همه آدم ها رو مست و سرخوش میبینید. تفریحات در این مکان ها با نمایش رقص زنان همراهه. ممکنه در بارها و کلوبها شاهد مسائلی باشید که بهش زیاد عادت ندارید. مردها در اینجا ممکنه توسط زنان با دست و یا حرف مورد مزاحمت قرار بگیرن و یا بعضی از اونها برای آشنایی با شما مستقیم بیان سر میزتون. در مقایسه با مردها، زنها بیشتر مشروب میخورن و در نتیجه سرخوشترن. زنان سرب اکثرا قد بلند، بور و چشم رنگی هستند و واقعا خیلی به خودشون میرسن. به نظر خیلی از اروپایی ها زیباترین زنان جهان بعد از روسیه زنان سرب هستند. البته سلیقه ها متفاوته. زمان سفر به صربستان میتونید خودتون از نزدیک بررسی کنید. باید توجه داشته باشید که برای رفتن به بسیاری از کلوب ها باید از قبل جا رزرو کنید. این مسئله هم خیلی مهمه. در خیابون‌ها و کوچه‌هایی که کلوب‌ها در اونها قرار دارند، خیلی دزدی اتفاق می‌افته. زمانی که مست و سرخوش در حال تفریح هستید، مراقب باشید تا جیبتون رو نزنن. صربستان امروزه یکی از نقطه‌های تلاقی تاریخ اروپا است و گروه‌های زبانی و مذهبی بسیاری در این کشور زندگی می‌کنند. مردم کشور صربستان بسیار خونگرم هستند، به طوری که در کل دنیا به مهمان نوازی شهرت دارند. صربستان اقلیمی 4 فصل داره: زمستون‌های سرد و تابستون‌های گرم. مناطق شمالی صربستان سرد و کوهستانیه، اما هر چقدر به سمت جنوب حرکت می‌کنیم، گرمای هوا افزایش پیدا می‌کنه. مناسب‌ترین زمان برای سفر به صربستان نیز از اردیبهشت تا مهر ماهه. ماه‌های تیر و مرداد فصل پرمسافر این کشوره. شهرها بسیار شلوغ هستند و در نتیجه قیمت پرواز و هتل گران‌تر خواهد بود. از نظر دینی کشور هیچ دین رسمی نداره. فضای جامعه لایق بوده و مردم کاملا آزاد هستند. در حالی که نزدیک به 80% جمعیت تو ارتدوکس ها تشکیل میدن، اقلیت های مسلمان، یهودی و آتئیست نیز مشاهده میشه. در کشور اکثرا به زبان سربی صحبت میکنن. در اولین برخوردتون شاید فکر کنید که این زبان همون زبان روسیه، اما باید بدونید که این دو زبان اگرچه از یک ریشه اومدن، اما با هم فرق دارن. افراد میانسال و مسن زیاد با زبان انگلیسی آشنایی ندارند، ولی شما به راحتی میتونید با جوانها به انگلیسی صحبت کنید. کشور سیستم حمل و نقل مناسبی داره، به طوری که تنها با استفاده از اتوبوس میتونید به هر جایی برید. جدای از این میتونیم بگیم که سربها از همجنسگرایان نفرت دارند. نسبت به اونها برخورد مناسبی نداشته و با اونها صمیمی نمیشن. همچنین علاقه ندارن که درباره دوران جنگ صحبت کنن، مخصوصا دوران جنگ بوسنی و یوگسلاوی و وقایع تلخی که برای مردم کوزوو اتفاق افتاده رو دوست ندارن که به یاد بیارن. جدای از این، در سالهای اخیر بعد از مسائلی که در سوریه و افغانستان رخ داد، آوارگان بسیاری وارد صربستان شدند. مردم صربستان مخالف پناهجویان هستند، اما در پارک ها انسان های بسیاری از خاورمیانه رو مشاهده می کنید. این مردم به نحوی خودشون رو به صربستان رسوندن و برای رسیدن به اروپا این کشور رو به چشم یک پل می بینن. احتمالاً با شنیدن نام دینار یاد کشورهای عربی می افتید، اما جالبه بدونید که واحد پول صربستان نیز دیناره. از اونجایی که صربستان اقتصاد درخشانی نداره، بخش خدماتش به نسبت میانگین جهانی قیمت‌های پایینی داره. اقتصاد کشور بر پایه توریسم و کشاورزی استواره. بیشتر کشور صربستان رو جلگه‌های حاصلخیز تشکیل داده و این کشور رو به محلی مناسب برای کشاورزی تبدیل کرده. در این کشور محصولاتی مثل گندم، ذرت و جو تولید میشه. همچنین کشور صربستان بزرگترین صادرکننده تمشک در جهانه. اگرچه کشور ذخایر مناسبی از زغال سنگ، آهن و سایر فلزات رو داراست، اما امکاناتشون برای استخراج و فراوری این ذخایر کافی نیست. از اونجایی که در طول تاریخ به دفعات جنگ‌ها و اختشاشات مختلفی رو تجربه کرده، دائما تحریم بوده.
حتی صربستان از بحران اقتصادی سال 2000 به شدت تأثیر گرفت. در اون سالها بیکاری در این کشور رکورد زده و قدرت خرید مردم به شدت سقوط کرد. امروزه هنوز هم بزرگترین مشکل کشور بیکاریه. همچنین به دلیل اینکه نتونسته به عضویت در اتحادیه اروپا در بیاد، جوانان کشور به راحتی نمیتونن به سایر کشورهای اروپایی رفته و اونجا کار پیدا کنن. اگر مهارت معمولی داشته باشید، میتونید در این کشور شغلی با درآمد 500 تا 1000 یورو پیدا کنید. کرایه های خونه در این کشور بسته به شهر و منطقه از 200 یورو شروع میشه. در بلگراد عموماً قیمت ها زیر 300 یورو نیست. همچنین میانگین قیمت غذا در رستوران ها در حدود 5 الی 6 یوروه. اگر قصد مهاجرت و ایجاد کسب و کار در این کشور رو دارید، باید بدونید که حکومت صربستان مردم خودش رو در اولویت قرار میده. صرب ها مردم ملی‌گرایی بوده و مخالف مهاجرت های بی‌نظم و بدون قاعده هستند. دوست ندارند در کشورشون مهاجران زیادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی داشته باشند. احتمالاً به دلیل حکومت طولانی امپراتوری عثمانی در این کشوره که سلایق و ذائقه غذاییشون بسیار شبیه به ترکیه است. اگر به سایر کشورهای بالکان هم سفر کنید، شاهد همین شباهت‌ها خواهید بود. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.